سلام، با خبر های این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 ماه سرطان سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 ماه جولای سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. شرکت رئیس جمهور کرزی در مراسم به خاک سپاری احمد ولی کرزی. واکنش های جهانی در برابر کشته شدن احمد ولی کرزی سوی طالبان. و تاکید هاشمی رفسنجانی بر راه اندازی انتخابات آزاد ریاست جمهوری و مجلس در ایران. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جنازه احمد ولی کرزی در منطقه کرز ولسوالی دند ولایت کندهار به خاک سپرده شد. در این مراسم رئیس جمهور کرزی با شمار از مقامات بلندپایه دولتی و شخصیت‌های سیاسی شرکت کرده بودند. در این حال رئیس جمهور کرزی از طالبان خواست که دیگر از کشتن برادرانشان دست بکشند. احمد ولی کرزی دیروز از سوی یک نگهبان ویژه‌اش با شلیک گلوله کشته شد. جنازه احمد ولی کرزی که روز سه‌شنبه از سوی یکی از نگهبانانش در خانه اش کشته شد در منطقه کرز ولسوالی دند ولایت قندهار به خاک سپرده شد. در مراسم به خاک سپاری او رئیس جمهور کرزی داخل قبر برادرش شد. شماری از مقام های دولتی و شخصیت های سیاسی نیز در مراسم به خاک سپاری احمد ولی کرزی حضور داشتند. رئیس جمهور کرزی پس از به خاک سپردن احمد ولی کرزی در مقر ولایت قندهار در سخنرانی کوتاهی به طالبان خطاب کرد که دیگر از کشتن برادرانشان دست بردارند. تو شهادتو پدی کاروان کی دو سولی او امن دپاره ادامه لد دا جاق لازور ورکیش دا سشی یه خاور تور پیشده دا دنا امنی سور پیشده دا دا جنگ او دا او سور پیشده او که پردی لاز بینی پدی خاور کی کیجی هم دم دیکم نوز موج عظم دا افغانستان دا سوکالی دا پاره و سوری دا پاره دا از وروردی لاقل. احمد ولی کرزی گذشته از این که رئیس شورای ولایتی قندهار بود، ریاست قوم پوپلزایی را در قندهار نیز داشت و در حل مشکلات مردم میکوشید. رئیس جمهور کرزی بنابر خواست مردم شاولی کرزی برادر دیگر احمد ولی کرزی را در کاخ مندیگک ولایت قندهار به حیث بزرگ قوم جانشین احمد ولی کرزی ساخت. افغانستان که دیرش کار کیجه لبرا چه بطن دوستی قیمت لری و تندوستی پا موت نکیجی و تندوستی قیمت را تغاری او دی قیمت دادی در افغانستان ورست تردی ورکی. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار پیش از چاشت روز سه‌شنبه از سوی یکی از نگهبانانش به نام سردار محمد با گلوله کشته شد. این هم جسد سردار محمد است که پس از کشتن احمد ولی کرزی از سوی نگهبانان احمد ولی کرزی به قتل رسید. گفته می شود سردار محمد که از قوم پوپلزایی بود، احمد ولی کرزی را در خانهش با گلوله هایی که به سر، قلب و دست شلیک کرد کشت. در همین حال یکی از دوستان احمد ولی کرزی می گوید که در حدود 20 روز پیش شماری از بزرگان قوم از کندهار به کابل آمدند و از رئیس جمهور کرزی خواستند تا احمد ولی کرزی را به حیث والی قندهار بگمارد. اما چرا سردار محمد نگهبان احمد ولی کرزی که یک نگهبان ویژه و معتمد وی بود و 7 سال از او و خانواده اش نگهبانی می کرد احمد ولی کرزی را کشت و نیز چه انگیزه باعث این قتل شد؟ پرسش هایند که تا کنون پاسخی ندارند. در این حال مجلس نمایندگان خواهان آمدن تغییرات جدی در سیاست های کشور است. در این مجلس در نشست امروز کشته شدن احمد ولی کرزی را یک ضایعه بزرگ برای افغانستان می داند و می گوید تا انگامی که رئیس جمهور کرزی در آوردن تغییر در سیاست ها با چیگونگی آوردن صلح و ثبات در کشور گام های عملی بر ندارد، هر روز افغان ها به همین گونه کشته خواهند شد. در این حال شمار از نمایندگان می گویند که رئیس جمهور کرزی در سیاست کشور باید خردمندانه بازنگری کند. مجلس نمایندگان کشته شدن احمد ولی کرزی را بر اوضاع سیاسی و امنیتی در کندهار اثرگذار می داند و از رئیس جمهور می خواهد که در سیاست های کشور شفافیت را به میان آورد.
پیام نمایندگان منتخب ملت نجیب و مسلمان افغانستان را بشنوند و جدی بگیرند و نسبت به پیشنهادات، نگرانی ها و نقطه نظراتی که نمایندگان منتخب ملت افغانستان دارند برای اصلاح سیاست های موجود و تفکیک دوست و دشمن و روی دست گرفتن اقدامات جدی علیه دشمنان صلح و ثبات و امنیت ملت افغانستان، ما شاهد باشیم که دیگر در افغانستان چنین حوادث تأسف‌باری رخ ندهد. در همین حال شماری از نمایندگان میگویند که رئیس جمهور باید بر مشکلات کنونی کشور یک راه حل بنیادی را جستجو نماید. شخص جناب رئیس جمهوری افغانستان، دولت مردان افغانستان با توجه با عمق دسائسی که علیه مردم افغانستان هست، از شهادت احمد ولی کرزی و سایر شهدای عزیز افغانستان با یک بازنگری عقلانی در همه سیاست‌های گذشته و همه انتخاب‌های گذشته و همه روش‌های گذشته صفحه جدیدی برای ملت افغانستان باز شد. ما از رهبران سیاسی خود سوال داریم چی می‌کنن؟ با جان مردم مظلوم ما آیا چه بازی دارن؟ 30 سال است که این جنگ و این خون به نام‌های مختلف روان دارد. گاهی مردم مظلوم را به عنوان قوم و نژاد به جان هم میندازند. گاهی موضوع را در داخل نظام و حکومت اسلامی نفاق ایجاد میکنند و اینطور بیان میکنند که عده‌ای البته این نظام را نمیخواهد. نظامی که ما خون دادیم، برادر دادیم، پدر دادیم، جان دادیم تا این نظام به قدرت رسید. کشورهای همسایه به هیچ دلیل و هیچ عنوان مردانی وانا که عرض اندام بکنه و او صاحب نفوذ باشد و در افغانستان جماعتی دنبال از او روان باشد. این نمایندگان میگویند که برای پایان بخشیدن به بحران کنونی کشور به اتحاد برادری و همبستگی ملی نیاز است. کشته شدن احمد ولی کرزی واکنش‌های شمار از مقامات دولتی و سیاستگران مخالف حکومت را نیز برانگیخته است. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، کشته شدن احمد ولی کرزی را نکاهش می‌کند و می‌گوید که احمد ولی کرزی طرفدار به میان آمدن یک نظام نیرومند در افغانستان بود و طرفدار مصلحت بینی‌ها نبود. در این حال، وزیر دولت در امور پارلمانی نیز کشته شدن احمد ولی کرزی را به شدت نکاهش می‌کند. کشته شدن احمد ولی کرزی واکنش های سیاستگران مخالف سیاسی حکومت و برخی از مقامات دولتی را برانگیخته است. امرالله صالح، رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی، میگوید که احمد ولی کرزی شخصیتی بود که راستی و صداقت را هیچگاه قربانی مصلحت های سیاسی نمی کرد. وجه مشترک ما با احمد ولی کرزی 2-3 نقطه است. علی طالبا بود، علی القاعده بود، به عنوان یک افغان پاکستان دشمن می شناخت و ما این همت یک چهره را امروز در جنوب افغانستان از دست دادیم. رئیس پیشین امنیت ملی ارگونه اتهام را به احمد ولی کرزی به شدت رد می کند. ما کدام ثبوت در مورد مواد مخدر از اونا نداشتم، نه او زمان داشتم نه بعد از او. این مطبوعات به من مراجعه هم کردن. خب بنابرای مخالفت های بسیار اصولی و شدیدی که ما با دستگاه دولت امروز دارم، اینا با ما مراجعه کردن بارها که بپرسن که آیا شما در ارتباط ثبوت دارین و ما نداشتیم و نداریم. در همین حال عطا محمد نور، والی بلخ، نیز کشته شدن احمد ولی کرزی را به شدت نکوهش می کند و می گوید که کشته شدن احمد ولی کرزی به دست طالبان بیانگر آن است که طالبان هیچگاه حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نیستند. دیدیم که این همه تلاش و امتیاز دادن به مخالفین و تلاش برای آوردن آوردن صلح به این کشور، تلاش به کشته نشدن اینا دیگه از این بعد فایده ای نمی کنه و اینا باز هم در پای قربانی گرفتن است که دیروز هم خانواده یا برادر رئیس جمهور ما را به قربانی نگرفتن. جنرال عبدالرشید دوستم نیز در اعلامیه کشته شدن احمد ولی کرزی را به شدت نکوهش می کند. از سوی هم وزیر دولت در امور پارلمانی نیز کشته شدن احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار را محکوم می کند. شهادت احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار که یک شخصیت مجاهد، وطن دوست و وفادار به مردم و جمهوری اسلامی افغانستان بوده،
توسط دشمنان مردم افغانستان به طور بسیار خائنانه به شهادت رسیده به شدت تقدیم نماییم. به گفته آگاهان، احمد ولی کرزی از رهگذر سیاسی بر اوضاع در جنوب کشور اثرگذار بود و نبود او نیز تأثیراتی بر این اوضاع خواهد داشت. جریان مکمل گفتگوی ویژه با میرالا سالم شب به ساعت 8 از طلوع نیوز و به ساعت 10:30 از طلوع پخش میگردد. ادامه خبرها. در این حال رئیسان جمهور روسیه و تاجیکستان، رئیس نشنال پارتی پاکستان، وزیر امور خارجه و رئیس کمیته خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا با فرستادن پیام‌های تسلیت برای جمهور کرزی کشته شدن احمد ولی کرزی را محکوم می‌کنند. رئیس جمهور روسیه در پیامش با ابراز تسلیت از کشته شدن احمد ولی کرزی نگاشته است. احمد ولی کرزی یکی از سیاستگران برجسته تاریخ جدید افغانستان بود که ختمش دولت را در یکی از دشوارترین بخش‌های افغانستان دنبال می‌کرد و در مبارزه با هراس افغانی و بنیادگرایی جانش را فدا کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک پیام تلفنی به نمایندگی از حکومت و مردم آمریکا به رئیس جمهور افغانستان تسلیت گفته است. به همین گونه رئیس جمهور تاجیکستان کشته شدن احمد ولی کرزی را یک ضایعه بزرگ می‌داند و آن را نکوهش می‌کند. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، کشته شدن احمد ولی کرزی را به رئیس جمهور، خانواده‌اش و مردم افغانستان تسلیت گفته است و این حمله هراس افغانانه را به شدت محکوم می‌کند. در همین حال اسفندیار ولی، رئیس نشنال پارتی پاکستان، در یک تماس تلفنی با نکوهش این حمله خودش را در درد و غم رئیس جمهور کرزی شریک می‌داند. کشته شدن احمد ولی کرزی سرخط بسیاری از رسانه‌های جهان شده است. در برخی از این رسانه‌ها احمد ولی کرزی یک شخص پرنفوذ و بسیار مهم در برقراری صلح و ثبات در ولایت کندهار گفته شده است. این رسانه‌ها می‌گویند که با کشته شدن احمد ولی کرزی خلای قدرت در ولایت کندهار به میان خواهد آمد. کشته شدن احمد ولی کرزی دیدگاه‌های رسانه‌های کشورهای گوناگون را به همراه داشته است. صفحه اینترنتی گاردین نگاشته است که کشته شدن احمد ولی کرزی ترس و آشفتگی را در کندهار به بار خواهد آورد و مردم نمی‌دانند که فردا در این ولایت چه رخ خواهد داد. در صفحه اینترنتی ایندیپندنت آمده است که کشته شدن احمد ولی کرزی خلای قدرت را در ولایت کندهار به بار می آورد، زیرا که از یک سو احمد ولی کرزی در مبارزه با طالبان نقش عمده را بازی می کرد و از سوی دیگر نیروهای خارجی برای بیرون شدن از افغانستان آمادگی می گیرند. همزمان با این در صفحه اینترنتی واشنگتن پست گفته شده است که کشته شدن احمد ولی کرزی در حال حاضر به یک عقب نشینی قابل توجه برای ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان به شمار می رود. صفحه اینترنتی بی بی سی می نگارد که کشته شدن احمد ولی کرزی ضربه جدی برای مبارزه ناتو در برابر جنگجویان طالب در ولایت کندهار است. احمد ولی کرزی رئیس پیشین شورای ولایتی کندهار از چهره های مطرح سیاسی در افغانستان بود که به ویژه از نفوذ زیاد در زادگاهش کندهار برخوردار بود. در این حال وزارت دفاع ملی از پاکستان میخواهد تا به جای پرتاب موشک بر بخشی از بخش افغانستان بر مبارزاتش در برابر هراس افغانی توجه کند. در این حال سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که احمد ولی کرزی از چهره‌های اثرگذار در تامین امنیت در جنوب کشور بود و اکنون نیروهای امنیتی در کندهار باید به گونه جدی در تامین امنیت این ولایت بکوشند. پس از کشته شدن احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی و رئیس شورای ولایتی کندهار، وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای امنیتی در جنوب کشور باید به گونه جدی برای تامین ثبات در این بخش کشور کار نمایند. یک شخصیت بسیار مؤثر و تاثیرگذار در ولایت جنوب افغانستان بود و شهادت ایشان یک ضایعه بزرگ است. اما مردم افغانستان مصمم هستند که از دستاوردهایی که طی 10 سال به وجود آمده، مخصوصا انکشافاتی که در سال گذشته در ولایت قندهار به وجود آمده، در ولایت ارزگان، زابل و هلمند به وجود آمده، از اونها حفاظت کنند. از سوی هم بایست پاکستان میخواهد تا به جای پرتاب موشک بر بخش های از افغانستان بر مبارزاتش در برابر هراس افغانی توجه کند. یک روز میگن که توپای ما سر کرده و کسانی که عسکر هستند و مسلکشان توپچی است، احتمال چندین کیلومتر سر کردن توپ یا خطای نشانگیری
هیچ ممکن نیست. اگر ممکن هم باشه یکی دور اون اتفاق میفته که. در این حال سخنگوی ایسف میگوید که طالبان اکنون با جاسازی ماین های کنار جاده تلاش دارند تا به غیر نظامیان آسیب برسانند. نمیدانم که این ماین ها در کجا ساخته می شوند. البته ماین های کنار جاده از مواد بسیار ارزان ساخته می شوند و شورشان ناجوان مردانه با استفاده از ماین های کنار جاده مردم بیگناه را می کشند و ما تلاش داریم تا نیروهای افغان را برای خونسازی ماین های کنار جاده آموزش دهیم و در این باره دستورت های نیز داشته ایم. در این حال وزارت دفاع ملی می گوید که در هفته های گذشته اردوی ملی 93 عملیات محاربوی داشتند. پایین سرباز آیسف در شرق کشور کشته شدند. دفتر رسانه های آیسف با پخش خبرنامه می گوید که این سربازان امروز در گمله مخالفان مصالح دولت جان باختند. در خبرنامه از محل دقیق رویداد و هویت سربازان کشته شده چیز گفته نشده است. دامین خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران راه اندازی انتخابات آزاد ریاست جمهوری و مجلس را یگانه راه حل برای وضعیت سیاسی در ایران میداند. هاشمی رفسنجانی تاکید می‌ورزد که تغییر و تحول مثبت در جامعه ایران نیازمند به حاشیه راندن جریان‌های افراطی و تندرو و برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر ریاست جمهوری و مجلس است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدارش با شماری از دانشگاهیان شیراز، فعالان سیاسی و اجتماعی بر برگزاری انتخابات آزاد و فراگیری ریاست جمهوری و مجلس در این کشور تاکید میکند. وی میافزاید که برگزاری انتخابات آزاد که در آن حملایه ها و گروه های سیاسی اشتراک ورزند وضعیت کنونی سیاسی ایران را دگرگون خواهد ساخت. آقای رفسنجانی میافزاید که هیچگاه درباره تحولات و رویدادهای ایران سکوت نکرده است و دیدگاهش را همواره در مورد مسائل مختلف ابراز نموده است. هرچند جزئیات بیشتر گفته های آقای رفسنجانی درباره چگونگی بیرون رفت از بحران کنونی سیاسی ایران ارائه نشده است، اما وی همواره انتقادهای مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست های احمدی نژاد می نماید. وی از دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز نارضایتی نشان داده است. این در حالی است که در هفته های اخیر برخی از مقام های حکومتی ایران حضور اصلاح طلبان را در انتخابات آینده مثبت ارزیابی نمودند، اما شماری از اصلاح طلبان میگویند که اگر انتخابات آزاد نباشند و سوی هم زندانیان سیاسی از بند رها نشوند و بر رسانه ها آزادی بیشتر داده نشود، در انتخابات آینده ریاست جمهوری اشتراک نخواهند کرد. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. جنرال احمد شجاع پاشا رئیس آیسای پاکستان امروز به ایالات متحده آمریکا رفت. هدف از سفر وی گفتگو با مقام‌های نظامی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا گفته شده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این واشنگتن به ناخوشنودی از مبارزه اسلام آباد با هرس افغانی کمک نظامی 800 میلیون دلاری را به پاکستان به حال تعلیق درآورده است. معترضان مصری خواهان الغای حکومت نظامی هستند. هزاران معترض از روز جمعه به این سو با گرد آمدن در میدان تحریر شهر قاهره از رهبر شورای نظامی مصر میخواهند که قدرت را واگذار نماید. در همین حال شورای نظامی مصر میگوید که این شورا از هر راه مشروع برای پایان بخشیدن به این اعتراضات 5 روزه کار خواهد گرفت. نمایندگان کوریای جنوبی درباره تصمیم غصب دارایی‌های یک شرکت این کشور از سوی کوریای شمالی با این کشور گفتگو می‌کنند. مقام‌های کوریای جنوبی می‌گویند که پس از آن که کوریای شمالی هفته پیش تصمیم گرفت که دارایی‌های یک شرکت کوریای جنوبی را در ساحل تفریحی مشترک کامگنگ تصرف نماید، کوریای جنوبی 14 نماینده را برای حل این موضوع به پیونگیانگ فرستاده است. و این هم چند خبر اقتصادی. در چهارمین نشست وزیران تجارت سازمان ایکو شمار از کشورها فهرست کالاهایی را که نمیخواهند با آنها رقابت شود و این سازمان سپردند. وزارت تجارت و صنایع میگوید که افغانستان، ایران، پاکستان و ترکیه فهرست شان را به این سازمان سپردند و قرار است که تاجیکستان نیز به زودی فهرست این کالاها را به سازمان ایکو بسپارد. در این حال سازمان ایکو از تلاش‌ها برای برطرف ساختن دشواری‌های ترانزیتی میان کشورهای عضو این سازمان سخن میگوید.
در چهارمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای یا ایکو که در وزارت خارجه برگزار شد، 9 کشور شرکت کردند و در این نشست از میان برداشتن چالش های ترانزیتی و کاهش تعرفه های گمرکی میان کشورهای عضو این سازمان تاکید شد. وزیر تجارت و صنایع میگوید که در این نشست با وزیر تجارت پاکستان درباره از میان برداشتن مشکلات ترانزیتی با این کشور گفتگو کرده است. او میگوید ادامه مشکلات ترانزیتی و تجارتی با پاکستان برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. د دوی نه دا غوښتنه لرو، جدي غوښتنه لرو چې زموږ تاجران په عذاب دل دي درکنه او غواړو چې موږ دوستانه روابط خدا نه خسته د دغه مشکلات له امله سره ورباندې یو بد اثر ونه چي. دوی دا موضوع درکوي. تقریبا د لسو هیوادو د خوا څخه فیصله سوی دي چې هغه ټرکونه چې هغه د ایکوتر دغه لاندې تورین د ایکو هیوادو ته ځي هلته به ویزه نه وي، او که ویزا هم وي شپږ میاشتې باید دا ټولو ټرکو ډرایورانو دې ته باید شپږ میاشتې ویزه په دې شکل باندې وي چې هر وخت چې کار درلودی دا به یو موضوع. بر بنیاد اطلاعات وزارت تجارت و صنایع قرار است نشست بعدی این سازمان در ایران برگزار شود و پیشرفت های کار این نشست در نشست آینده بررسی خواهند شد. وزارت ترانسپورت هوانوردی از جلوگیری است پروازهای هواپیماهای کهنه که از سوی شرکت های هوانوردی به کار گرفته میشوند خبر میدهد. این وزارت میگوید بر بنیاد برنامه تازه مسئولیت پروازها میکوشد تا هرچه زودتر استفاده از هواپیماهای غیر معیاری را متوقف سازند و نیز به پیلوتانی که اسناد لازم پرواز را نداشته باشند اجازه پرواز را نخواهند داد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی هدف از بررسی هواپیماها و اسناد پیلوتان شرکت های هوانوردی را مسئول ساختن پروازها در کشور میگوید. این وزارت میگوید کهنه بودن شمار زیادی از هواپیماها که در حال حاضر در پروازها به کار گرفته میشوند و کمبود نیروی فنی عمله پرواز به شمول پیلوتان از علت های نامسئول بودن پروازها در کشور هستند. پرواز طیارات در افغانستان ما پلان های تدابیری خود بر اساس از او اتخاذ میکنیم که اگر خداوند بخواهد که ما بتانیم قدم مؤثر را به خاطر مسئولیت پرواز طیارات و میدان های هوایی خود اتخاذ بکنیم. در امین حال این وزارت میگوید برای مسئولیت بیشتر پرواز ها و در هماهنگی با شرکت های هوانوردی تلاش دارد، راهکارهای تازه را در این بخش به میان آرد. این کار گذشته از حل مشکلات کنونی، زمینه توسعه عرضه خدمات هوانوردی معیاری را در کشور فراهم خواهد ساخت. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار کابل: یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 70 پول، یک یورو 67 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 12 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 39 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 556 افغانی. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. تیم فوتبال بورسیا دورتموند قهرمان بوندسلیگای آلمان، مصطفی امینی بازیکن 18 ساله افغان را جذب کرد. مصطفی امینی که در استرالیا زندگی میکند پیش از این در تیم فوتبال سنترال کاست استرالیا بازی میکرد. مصطفی امینی در حال به تیم فوتبال بورسیا دورتموند قهرمان بوندسلیگای آلمان پیوست که پیش از این یورگن کلوب سرمربی تیم فوتبال دورتموند سخت در تلاش جذب این بازیکن بود. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان مصطفی را یکی از بهترین بازیکنان لیگ برتر استرالیا میدانند و میگویند که برای جذب این بازیکن در تیم ملی فوتبال افغانستان گفتگوها را آغاز خواهند کرد. امیدوار هستیم که مصطفی امینی هم ما بتونیم تماس حاصل کنیم روز عضو تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات با ما باشه. وقتی که آلمان رفتم با آقای امینی در تماس شدم، یکی نتیجه صحبت های ما چی خواد بود متاسفانه فعلا گفتن نمیتونم. آقای لالی میگوید مصطفی در تیم ملی فوتبال جوانان استرالیا نیز بازی میکند، اما در صورت توافق میان فدراسیون فوتبال افغانستان با مصطفی، این بازیکن پس از آن میتواند در تیم ملی فوتبال افغانستان بازی کند. رقابت های کرکت قهرمانی ولایت غزنی در مرکز این ولایت آغاز شدند. در نخستین روز رقابت ها تیم کرکت سلطان محمود روزه تیم کرکت 11 ساله را شکست داد. در این دیدار بازی را نخست سلطان محمود آغاز کرد و در 20 اوور 213 دوش را برای 11 ستاره هدف تعیین کرد. تیم 11 ساله نتوانست هدف تعیین شده را انجام دهد و بازی را باخت. با اینکه رقابت های انتخاباتی فوتبال ولایت بلخ در ورزشگاه سینا این ولایت آغاز شدند، در نخستین روز رقابت ها تیم اتفاق 3-1 باختر را شکست داد و به 3 امتیاز این دیدار دست یافت. در دامه رقابت ها امروز کود برق مزار در برابر اردو سفرایی میکند. چگونگی های فردا را همکارم تقدیمتان میکند.
فردا کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 34 پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 36 پایین‌ترین 23. کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 42 پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 40 پایین‌ترین 28. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 34 پایین‌ترین 21. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. شاد و کامگار باشید.